خب در این ویدیو به تصحیح مشق فاطمه کوثر خانم مدرسیان میپردازیم. خب ببینید، کلمه یک شما باید اول یه دونه با بنویسید، بعد بهش یه ب متصل کنید، بعد سرکش بذارید. به همین ترتیبی که من نوشتم باید بنویسید، اینجوری بنویسید که صحیح باشه. خب این کلمه یک. کلمه برف، این برف به این شکل نوشته میشه. من چند بار می‌نویسم، روی این برف دقت کنید. خب پس کلمه برف به این شکل نوشته میشه. کلمه نباید، این قسمت اولش رو دقت کنید، این کوچکتر میگیریم، این بزرگتر. اگه برعکس شد خیلی بد میشه. دقت کنید دوباره، یه وقت اینجوری نشه، یعنی برعکس نشه، مثلا اینجوری نشه، مساوی نشه. و چیکار کنیم؟ این قسمت اول کوچکتر، این قسمت دوم بازتر، الفش هم بلندتر. نباید. کلمه یه بگیم که توی آموزش ها بود و تمرین کردید، مثل کلمه نکنم، اینا مثل همن، فقط نقطه هاش فرق داره. اینجا یه قوس داره به این شکل، اینم میم. این سرکش رو بهش متصل کنید، ببینید اینجا متصل بشه، عبور هم نکنه. بعضی ها سرکش رو اینجوری میذارن، نگاه کنید، تو هوا رها میکنن. این باید متصل بشه. کلمه دوست، من مشق شما رو خیلی کوتاه تصحیح کردم، سعی کنید این ویدیو رو دو سه مرتبه نگاه کنید، اینجاش گرد باشه. ببینید قسمت سطح اینجوری ننویسید، اینو باید چیکار کنید؟ گرد بنویسید. خب بخوانم هم که میدونید که با واو مینویسیم به این شکل، مثل بجو مینویسیم. خب نونم خیلی کوچولو دارید می‌نویسید، خیلی کوچولو. ببین دختر خوب، باید یه ذره بزرگتر بنویسید. شما داری اینجوری می‌نویسی، بعضی جاها خیلی دیگه این خیلی کوچولو میشه. کلمه برگ هم به این شکله. گفتیم که سرکش گاف یا کاف باید بهش متصل بشه. بر هم که چند بار نوشتی. اما زیارت، زیارت هم تش خیلی کوچولو نوشتی. انشالله که زیارت امام رضا هم به زودی نصیبت بشه و اونجا برای ما هم دعا بکنی. این ت رو کوچولو ننویس، اینجوری ننویس، تش باید با هم تناسب داشته باشه. زیارت، اینم تصحیحه، خیلی کوتاه و مختصر مشق فاطمه کوثر خانم مدرسیان، هنرجوی گلمون از اهواز. در آخر این ویدیو این نکته هم خدمت هنرجوهایی که سابقا یک دوره در کلاس های ما شرکت کردن، هنرجوهای دوره دبستان عرض میکنم، به شرطی که سنشون از 13 سال بالاتر نرفته میتونن در دوره دوم هم شرکت کنن. اگر سنشون از 13 سال بالاتر رفته دیگه بهتره در دوره هایی که مربوط به بزرگسالی شرکت کنن تا از اون آموزش ها استفاده کنن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و موفق و پیروز باشید.